سلام خدمت کسایی که در قسمت از جغرافیای روی زمین ما را تماشا میکنن و سلام خدمت کسایی که ما را از طریق یوتیوب چینل رو در رو تماشا میکنن. برای تمام شما عزت، صحت، خوشی های بی پایان آرزو دارم. خیر ببینین، سلامت باشین، چکچکایتان قبول و میریم معرفی میشیم. اول با دو خانواده و اولین خانواده خود معرفی میکنن با افتخار فامیل کوهدامنی. اکمل جان سلام بر شما، خوش آمدین، شب شما بخیر. اعضای فامیل یک معرفی بکنید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما قسیم جان. علیکم السلام. تیم مقابل، حاضرین در تالار و بیننده های عزیز، حکمت الله کوهدامنی هستم، فارغ التحصیل رشته استوماتولوژی یکی از پنتون های کابل. همچنان صفت جان کودامنی، پسر خاله مستک، محصل سال سیوم فاکولته استوماتولوژی. بسیار خوب. و طارق جان کودامنی هم پسر خاله مستن که محصل سال پنجم فاکولته استوماتولوژی. نام خدا، چی باعث شد که در رو در رو خواستیم که اشتراک بکنین؟ خواستیم یک تفریح شد، یک برنامه تفریح است، خواستیم یک بار بیایم. سلامت باشین. و همچنان شما را ببینیم. مهربان هستین. چطور؟ خوش آمد چیری ما درنگ تا نشد. نه خوشم آمدم ایشا، خوشم آمدین. سلامت باشین. شما هم افتخار هستین. به افتخار فامیل کوهدامنی میاییم، به طرف فامیل احمدی که سرگروپ ناصر است. ناصر جان چیه کلاهی پوشیدی؟ وی وی است؟ ما میخوای کلاه پوشیدی ناصر؟ میشه که از این فامیل یک معرفی بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب تقدیم قسیم جان، خانواده مقابل و حاضرین در تالار و تلویزیون تولو. بله، احمد ناصر احمدی هستم، سرتیم خانواده احمدی، حامد جان بچه خالم هستم، فارغ تحصیل سن 12 هم، و صادق جان هم بچه خالم هستم، فارغ تحصیل سن 12 هم و فعلا هم شغل آزاد داریم. بسیار خوب. ناصر یک خنده کو، یک خنده کو. صادق چرا؟ یک خنده کو، یک خنده صحیح دیگه از دل. و من مشتاق دیدار قسیم جان بودم که امشب تونستم قسیم جان رو ببینم. قربان شما. و من این رقم کلا رو در دبی هم پالیدم نیافتم. بسیار کلای مقبول است. افتخار فامیل احمدی هم به کف بزنید. سلامت باشین. امشب میبینیم که کدام فامیل میتونه که امتیاز رو ببره به طرف خود. دو سر تیم استقبال کنین شان. بین بفرمایید. سوالی که از شما پرسان میشه، 500 نفر ما جواب گرفتیم، تعداد جوابای 100 نفر شده 8. انشالله که آماده هستین. شما دوست دارید در کدام منطقه کابل یک دانه دکان لباس فروشی داشته باشید؟ شهر نو. شهر نو کابل میخواین که یک لباس داشته باشین، یک لباس فروشی؟ بلندترین امتیاز سعیل بکنید به طرف فامیل کوهدامنی. بفرمایید ناصر جان، شما دوست دارید صفت در کدام منطقه کابل یک دکان لباس فروشی داشته باشیم؟ لیسه مریم. لیسه مریم، بشکتم. خوبش هم جای است که بلد هم هست یک رقم هم نمیری. خوب باز وقتا نگار وقت میری؟ آه. چی میکنی میری؟ کار داری؟ چی کار داری؟ ویش کم چون در لیسه جان آقا نمیری که در لیسه مریم میری؟ کار باشم اونجا. خب طارق جان، شما در کدام منطقه کابل دوست دارین یک دکان لباس فروشی داشته باشیم؟ فروشگاه و یا مندوی. فروشگاه و یا هم مندوی هست؟ در اوجه باید طارق یک کراچی لباس فروشی داشته باشی، چون بسیار بیر بارک زیاد داره. اکمل جان، در کدام منطقه از کابل دوست دارین یک دکان لباس فروشی داشته باشین؟ دی افغانان. دی افغانان، بله. صفت در کدام منطقه کابل دوست داری که یک دکان لباس فروشی جور کنی؟ کوته سنگی. در کوته سنگی، بله. در کدام قسمت کابل، در کدام منطقه دوست داری طارق یک دکان لباس فروشی داشته؟ کوتل خیرخانه. کوتل خیرخانه، یک مشوره داشته باشین، فاصله ها را در نظر گرفته. در کدام منطقه کابل حکمت دوست داری یک دکان لباس فروشی؟ کارته نو. کارته نو، در کدام منطقه کابل دوست دارین که یک دکان لباس فروشی داشته باشین؟ مکرویان. مکرویان، آها، اصل نفر تو بودی صفت، هم لیسه مریم هم مکریان. بله. خوب از کدام مکتب دخترانه را دست ندادی که در پیشری از او هم میخواییم یک دکان داشته باشون. ببینیم در کدام منطقه کابل شما طارق دوست دارید دکان لباس فروشی داشته باشین؟ کارته سخی. کارته سخی،
در کدام منطقه کابل صادق دوست یک دکان لباس فروشی جور کنی؟ سینما پامیر. سینمای پامیر. شما آمد؟ بهارستان. بهارستان. شما ناصر؟ موافق هستم سینما پامیر. سینمای پامیر. اس یک جواب و نه بلکه دو جواب باز نشده. شماره 8 قوای مرکز، شماره 2 کارتی 4. خوب بود. امتیازهای مجموعی از اینا 76 امتیاز و فعلا فامیل احمدی امتیازهایشان 0 است. سوال دوم پرسان میکنیم، بعد خواهشان کف بزنین. حامد چی کار میکنی خودت؟ فعلا شغل آزاد هست فقط اینجا. چی هست دقیقا؟ دقیقا دیگه بیکار مطالعه میکنم. شغل آزاد و بلاغرم بیکار. چیه اگه آدم های؟ شما چی کار میکنی صفت؟ محصل هستم. محصل هستی؟ بله. دیگه لیسی مریم میره اگه کرد؟ خب سوال که از شما پرسان میشه، سوال دوم برنامه است. بین 100 نفر ما جواب گرفتی، ابتدا جواب های 100 نفر شده 7. یک خوراکه را نام ببرید که در کنسل در بازار موجود میباشد. لوبیا. چیره؟ لوبیا. مستر بین. لوبیا. یک خوراکه را نام ببرید که در کنسل و یا هم کنسل میگن نه؟ در بازار موجود می باشد. تون ماهی. تون ماهی. بلندترین امتیاز آلا و بالا. به طرف فامیل کودامنی یک نگاه کسفت. بفرمایید. آمد بفرمایید. طارق یک خوراکه را نام ببرید که در کنسر و در بازار موجود می باشد. نخود. نخود. بله. بله. نخود. از شما پرسان میکنم حکمت، یک خوراکه را نام ببرید که در کنسر و در بازار پیدا میشه. مطر. مطر. مطر است که دوستان متر نخوانیش. یک غذای را نام ببرید که در کنسر و در بازار پیدا میشود. ماش. موجود میباشد. ماش. طارق غذای را نام ببرید که در کنسر و در بازار موجود میباشد. سمارق. سمارق؟ بله. سمارق در زیر زمین بود. چطور در بین قطعی آمد؟ غذایر نام ببرین که در کنسر و در بازار موجود می باشد حکمت. گوشت و گوساله. گوشت و گوساله. ترقی که در افغانستان غذایر نام ببرین که در بازار در کنسر و موجود می باشد صفت. یک. دو. سه صفت. چار. گوشت مرغ. پنج گوشت مرغم موجود بود. یک مشوره شما داشته باشید، فاصله ها رو در نظر گرفته غذای را نام ببرین که در بازار در بین قوطی یا کنسر و موجود است. فاصلیه. فاصلیه. چیه که آدم یه چیز خود که پنج دقیقه دیگه من میبینم تو خدا دیگه چی میگفتی؟ غذای را نام بگیرین که در بازار در بین قوطی ها میباشه. جواری. جواری؟ بله. آمد؟ موافق هستم قاسم جان جواری. شما ناصر؟ موافق هستم آتیمون. سه نفری که جواری را انتخاب کردن. ببینیم که جواری یا را امید میته یا ناامید میسازه. به شک شان. خوبه جمله امتیازاشان 100 امتیاز مکمل. خوب بازی کردن، مقبول بازی کردن و ببینیم دو سوال سرنوشت ساز برنامه فعلا هم باقی است. سوالی که امتیازش ضرب 200 میشه و سوال چهارم امتیازش ضرب 300 میشه. میریم به طرف یک وقفه کوتاه. به یارکم گفتم آمدم بر رو در رو. به یارکم گفتم آمدم بر رو در رو. گم خاک در سر چه به برنامه تی پیش برد چی هر دقیقه سر ما شعر گفته رئیس کن. یک صدای بسیار مطرح از مامای عزیز شما شنیدین. یک صدایی است که هر وقتی خود نشان نمیده کم کم وقت هاست یا از بسیار خوشحالیست یا از بسیار جگرخونیست. و خدا کنه صدای خوشحالی بوده باشه
و سوال سوم هم میخوایم که از دفعه سوم پرسان بکنم و اینجا هم شما کف بزنید برشان. سوال که از شما پرسان میشه، با این 100 نفر ما جواب گرفتیم، تعداد جوابای 100 نفر شده 5. یک مواد لازمه شورنخود را نام ببرید. چتنی. چتنی. ای چکنی چمیلی. ترشی. بیادرزادی چکنیست. یک مواد لازمه شورنخود را نام ببرید. شورنخود. نمک. نمک. آه. نمک. با طرف فامیل اکسای کو و شور نخو. یک مواد لازمی شور نخود نام بگی حکمت. خود نخود. خود نخود. راست میگه. یک مواد لازمی شور نخود نام بگی صفت. کچولو. کچولو. یک مواد لازمی شور نخود طارق نام بگی. مرچ. مرغ. مرچ. مرچ. یک مواد لازمه شورنخود نام بگیرین. خود آب. آب نباشه اگه شورنخود نباشه. آب. خالی خونه میشه بودی. یک مشورگک فاصله رو در نظر گرفته. یک مواد لازمه شورنخود را نام ببرید. سرکه. سرکه. دوصد و هفتاد و شش امتیاز از سوال سوم آمد به طرف اینا. نفرای چهارم نه بلکه دو سرتیم هن. سوال چهارم ها میخواین که جواب بدن. سوالی که از شما پرسان میشه، با این 100 نفر ما جواب گرفتیم، تعداد جوابای 100 نفر شده 3. ماه از سال را نام ببرید که در ترکیب نام آن حرف الف آمده باشه. جوزا. جوزا. امتیاز بالا و جواب الله. به طرف فامیل یک نگاه. ناصر جان بفرمایین. صفت. ماه از سال را نام ببرید که در ترکیب آن حرف الف آمده باشد. میزان. میزان. طارق 10,000 افغانی و دو موبایل. ماه از سال را نام ببرید که در ترکیب آن کلمه حلف آمده باشد. اسد. اسد. ماه از سال را نام ببرید که در ترکیب آن حرف الف آمده باشد. سرطان. سرطان. بسیار خوب. و برنده 10,000 افغانی و دو موبایل فامیل کوه دامنی. جا داره تشکری بکنیم از شرکت خالد لمر. خالد لمر یک شرکت پیشتاز در عرصه تولید و واردات گوشی های هوشمند و ساده در سطح افغانستان می باشد. در این قسمت برنامه دو موبایل پرایم برای فامیل گودامانی به طور تحفه در نظر گرفتن. تبریکتان باشه حکمت جان. و همچنان مبلغ 10,000 افغانی هم بر شما ما تقدیم میکنیم که یک مشوره هم داشته باشین در مرحله نهایی کیا بازی میکنن. از فامیل احمدی تشکر. ناصر جان، عابد جان و صادق جان عزیز، خوب بازی کردین، مقبول بازی کردین، 100 امتیاز هم تونستین که بگیرین، ولی باز وقتا دیگه چانس یاری نمیکنه و اینمی کل چیز دینمی تکمه هاست. مهم هم آمدن است. مهم اینمی که شما تشریف آوردین اینمی است. حرف پیامی باشه، شما جوان هستین، بگوین حرف و پیام هایتان. یک صلح سرتاسری به افغانستان رو میخوام. زنده باشی عابد جان. خودت کدام پیام داری؟ حالا دیگه قاسم جان کدام پیام خاصی نداریم. پیام نمیسته که مردم فعلا در یک حالت قرنطین قرار دارن، کرونا را جدی بگیرن. بدون شک. نمیگه به خیر باش صادق عزیز. همین خوب است کرونا را جدی بگیریم. خلاص موتر کرونا برود؟ نه سراچه. سراچه برود؟ تشکر از لطف شما. کی میخواد در مرحله نهایی بازی بکنه؟ ما و طارق جان. بفرمایید. طارق در قسمت برنامه و حکمت یک کسی باید برای موسیقی بشنم، یک نفر دیگه باید؟ من میرم اینا جواب بدم. خب بسیار خوب. حکمت جان کدام هنرمندا را میشنوین شما؟ حمید جان پوپل، احمد ظاهر. خب احمد ظاهر بسیار خوب. حکمت جان بفرمایید. وقت.
خوش آمدین دوستان عزیز. خواستم که ناوری بکنیم یک دم احساسات بروسلی در وجود بیادرتان آمد که امیجا در جیاد جوانی های ورزش آمد. خب بازم رو در رو است و اینجا هم طلوع است شب طارق به نمایندگی از فامیل کهدامنی. پنج سوال اول میخواد که جواب بده و دوست طارق فعلا حکمت آواز ما و شما را با خود نداره. پنج سوال و 20 ثانیه زمان مربوط شما میشه. در 20 ثانیه زمان کدام جواب اگه شما نفهمیدین مرا بگو بگذر یا تیر شما میگذرم و تیر میشم. اگه از 20 ثانیه کدام ثانیه باقی بود سوال از شما ما پرسان میکنم امکان داره او وقت در ذهن شما بیایه. آماده هستین؟ بله. 20 ثانیه را آماده کنین. کاری را نام ببرید که وقتی گودی پران در هوا باشد انجام میدهید. چرخه گرفتن. یک حرف الفبای دری را نام ببرید که نقطه ندارد. این معمولا یک شخص در سن چند سالگی ریش میکشد. 16. هنرمندی را نام ببرید که برای ورزش آهنگ خوانده باشد. فرهاد دریا شهزاد دید. در کدام کار کف. سوال اول ما قسمی بود کاری را نام ببرید که وقتی گودی پران در هوا باشد انجام میدهید. چرخه گرفتن. 14 امتیاز به چرخگی دادن. یک حرف الفبای دری را نام ببرید که نقطه ندارد. عین. سروی در مورد عین چی میگه؟ دانتی است. معمولا یک شخص در سن چند سالگی ریش میکشد. شما گفتین 16 سالگی. سروی در مورد چی میگه؟ 20 امتیاز داشته. من گفتم هنرمندی را نام بگیرین که به ورزش آهنگ خوانده باشد. فرهاد دریا کدام آهنگش باورش است؟ تو دیگه باش که خودش هم تو همی کل آهنگش باورش است نه؟ سروی چی میگه؟ در کدام کار نیاز به مشوره پدر دارید؟ زمان می بود چی میگفتی؟ به خاطر تحصیل. خواه؟ بله. تبریکتان باشه. تشکر. 44 امتیاز شما میرین نکمت میه شاید که اونا بتانن که 200 امتیاز را پورا کنن. بفتخارشان بفرمایید. حکمت جان خوش آمدی بازم. کدام آهنگش شنیدین؟ از مهدی فراخ بود. کدام آهنگش بود؟ اون شوخک فرخار. شوخک فرخار این دیگه اگزم زمان نمیکنی؟ نه دیگه نمیخوای دیگه عشق ما بریزانو. پنج سوال از شما پرسان میکنم حکمت جان عزیز. برای شما 25 ثانیه زمان میتیم. در جیران 25 ثانیه کدام سوال از این شما خطور نکرد مرا بگوین بگذر من بگذرم زمان شما باقی بود. پس دوباره من سوال از شما پرسان میکنم و همچنان جواب را که تارک گفته کدام جواب تکرار میتین این صدا را میشنوین. این صدا را که میشنوین این جواب شما تکرار این دفعه جواب خودت تغییر میتین. آماده هستین؟ بله. 25 ثانیه آماده. کاری را نام ببرید که وقتی گودی پران در هوا باشد انجام میدهید. تار دادن بلنک تار دادن گودی پران. یک حرف الفبای دری را نام ببرید که نقطه ندارد. الف. معمولا یک شخص در سن چند سالگی ریش میکشد. 15. هنرمندی را نام بگیرید که به ورزش آهنگ خوانده باشد. بگذر. در کدام کار نیاز به مشوره پدر دارین؟ در تحصیل. کدام هنرمند به ورزش آهنگ خوانده؟ جاوید امر خیلی. کفرشان. در قسمت اول مسائل کردم کاری را نام ببرید که وقتی گودی پران در هوا باشد انجام میدهید. شما گفتین تار دادن. سروی در مورد تار دادن چی میگه؟ 30 امتیاز. خوب امتیاز هست. بلندترین امتیاز از این جنگ انداختن گودی پران بود. یک حرف الفبای دری را نام ببرید که نقطه ندارد. الف. چند امتیاز داره؟ 21 امتیاز. بلندترین امتیاز از این بود ه. معمولا یک شخص در سن چند سالگی ریش میکشد. 15 سالگی. 11 امتیاز. بلندترین امتیاز از این 18 بود و سن 18 سالگی بود. هنرمندی را نام ببرید که برای ورزش آهنگ خوانده باشد. جاوید چند امتیاز داره؟ سروی در مورد عزیز چی میگه؟ 13 امتیاز. بلندترین امتیاز از این آریانا سعید بود. در کدام کار نیاز به مشوره پدر دارید؟ تحصیل.
کردن و سروی چی میگه؟ بلندترین امتیاز از این تجارت کردن بود. 137 امتیاز مجموعا تانستن که به دست بیارن. خوب بازی کردین، مقبول بازی کردین، اما 200 امتیاز پوره نشد. حکمت جان تبریک شما، 10000 بعد موبایل. تشکر. تشکر از اینکه آمدین، افتخار بخشیدین. این فیلم ما و شما، برنامه ما و شما یادگار میمونه. آره. بخیر باشین. کدام مر پیام باشه؟ فقط یک گفتنی دارم، روزای قرنطینه است، همگی باید قرنطینه مراعات کنن. امور راهنمودی را که دادن دربارش باید همگی مراعات کنن، چون کرونا یک مرض بسیار خطرناک است که حتی امریکا و چین که دو پیشرفتگی خود از پا در آوردشان و بسیار ضعیف ساختشان. بله، بله. باید ما مردم هم به خاطر اینکه بسیار ضعیف هستیم، طبقه فقیر زیاد است، باید ما هم مراعات کنیم قرنطینه و از کسایی که تجار هستند خواهش میکنیم که برای غریبا دست غریبا را بگیرن و بدون شک برایشان کمک هایی را که میتونن انجام بدن. بخیر باشین حکمت جان. بفرمایید طارق جان. تشکر. صفت جان تانکیو سو مچ. فامیل محترم، اگر میخواین شما در این برنامه اشتراک داشته باشین، به 456 تماس بگیرین، شماره 6 افشار بدین، دوبار شماره 2 افشار بدین، بعد از صدای بیپ نام 3 نفر اعضای فامیلتون را بگیرین. همین اکنون شما میتوانید نشرات طلوع، طلوع نیوز و طور زنده از وبسایت و اپ دریا تماشا کنین. برای تمام مردمم عزت، صحت، خوشی های بی پایان آرزو دارم. Thank you so much!